تو از این کار یاد نگیری یا باش عمو. بذارش زمین، بذارش زمین میکنی. تو تیر خوردی، گفتم بذارش زمین. یالا بیا قشار، بیا عمو، عمو رشیدم، بیا بیشم. رشید برو کنار، داره دیر میشه، بذار بچه رو از این محلکی ببریم بیرون که بعدش تو برنده شی. آره بعدش هممون برنده میشیم. وانگندی که زدم برنده شم با نجات خشایار. اون بیرون رو نگاه کن، تو قایق چند تا از اهالی اینجا منتظرن، منتظر خشایارن. من بچه رو بغل میکنم، میبریمش بیرون. تو دو طرف رو بکن، مواظب باش که یه وقت خدای نکرده اتفاق بدی نیفته. باشه بریم، بریم، داره دیر میشه. رشید اونا برسن معلومی است دو نفری حریفشون باشیم. ما بریم. اون روز تو بیمارستان رسول چی گفته گوشه؟ داره دیر میشه رشید، حسام مهمه. خواست موضوع خشایار باشم. اگه نموندم اول خشایار، دوم خشایار، سوم خشایار. چرا از من نخواست؟ الان میخواد. بریم. خشایار رو رسوندیم قایق، کاری با هم نداشته باش، بذار برم. زنده اونم که دستگیرت میکنم. پس منم میزنمت. الان فقط خشایار. الان فقط خشایار. اسلحه سازمانی بوده. به جام. عمو قرب نزد باشه. تو چند بار دیرش بودی؟ دوازده. خیلی خوب، من بغلت میکنم میریم بیرون. خب تو چشماتو ببند تا دوازده بشمار. اگه دیدی هنوز نرسیدیم به قایق دوباره از اول بشمار، نترسی. ها میکل بیرون پر آدم های آخونه، از این در میریم. خشرم من فقط با تو دوستم.
اما می همیشه زنده داشتم بود، فقط اسمی Let's go!
رشیده تو خوب؟ ببخشش به خاطر کاری که کرده. حالا خودش میاد از دلت در میاره، میاد میبردت شهر بازی، میبردت لب اسکله. میبردت باهات موچ میندازه، میبردت میاد دل در میاره. چیه؟ رشید کو؟ دستگیر شده؟ حقشه خب، حبسشو میگذرونه آزاد میشه دیگه، سر به راه آزاد میشه. نه
خانم چقدر شد؟ آقا رسول 35 ثانیه. 35. ای بابا. خیلی چقدر شد؟ 45 ثانیه داداش. اشتباه میکنی بابا، من بیشتر رکورد داشتم. اشتباه چیه؟ کرونومتر دیگه، من که حساب نکردم. بویی رشید چرا نمیاد بالا؟ رشید بو! رشید! 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 داداش رشید بو! رشید! 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 آقا رشید! 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 ببین چقدر حس میده آدم با این کاراش. یه طوری شده داداش. رشید داداش بپر تو آب خواب. همیشه باید این مسخره بازی رو در بیاری تو. چقدر شو؟ 2 دقیقه. بردم رسول، بردم دوشه. میخوایی بردمت موچ هم بندازی، موچ تا میخوابونم. میخوایی بندازی من یلا جون رشید. تو خوبی بری آقا کو رفت گرشی رفت. آقا شما بردم رفت چه همون از تو برده نما ببینه. این همه میخوایل میکرد. بیاد ببینه بردمش. چرا اینجوری میکنی؟ 2 دقیقه زیر آب بودی، خوشحال باش. رشید بردا باری که الان تصویر داشت. آیا این چی اصلا؟ باختی دیگه، جنبه باخت داشته باش. افتا پایی همه نفس همه نگه داشت. آقا هم ببینه کوپ آقا چرا رفت؟ تو دوتا آمدن بالا بچه تا اون شده رفت. نه 2 دقیقه زیر آب بودی، خوشحال باش دیگه. حالا رفت دیگه آقا. من میگم آقا میگی 2 دقیقه. دیوونه. Thank you.
رشیدو کی زد؟ کی کشتش؟ رایی که انتخاب کرده بود. من جمله قصار نمیخوام. کی کشتش میکایل؟ جمله قصار نیست. رایی که انتخاب کرده بود زدش. راه آقا خان. آقا خان زدش. میکایل میتونست مانع مرگش بشه؟ میتونست؟ جفتشون سپر برای خشایار شده. هم میکایل هم رشید. پس بالاخره دایی عبدالله جدی میگیردش نه؟ دیگه رسول جدی میگیردش، دیگه تحویلش میگیرن نه؟ بالاخره میکایل فهمید. کیف کردی رشید چجوری جلوی قاتل بی سر و پا وایساد؟ کیف کردی چی کار کرد؟ دیگه سرکوب تا رشید رو من نمیزنی نه؟ قاتل قاتل پس چرا یاسم چیزی به من نگفت؟ چرا نگفت شوهرم سپر بلای عزیزش شده؟ شاید میخواست چیز دیگه یه هم بهتون بگه ولی نتونست. چی بگه؟ رشید قبل از مرگش گفت بزنم بگید فقط اسمی میخواستم، اسم یاسدو شناسنامم باشه، فقط اسمی. به یاس گفته؟ به میکایل. پس یاس چیو میخواسته به من بگه؟ این که چجوری جون برادرتو نجات داد. چجوری نجات داده؟ قبول کرد که اسمش تو شناسنامه رشید باشه. با اجازه کی؟ خب شاید تو اون شرایط حواسش نبود که باید اجازه بگیره. نه قبول نیست، باید اجازه میگرفته. اصلا قبول نیست، باید اجازه میگرفته. قبول نیست، باید اجازه میگرفته. باید سلام. سلام. اومدی درد و درمون؟ دل خوش این باشم که درمونتم، یا غمگین این که دردتم؟ وقتی رسول مرد تو روزا تو اتاقت نشستی، نه خواب، نه خوراک، نه حرف،
نگران بیرون خونت نبودی که مردم چی پشت سر شوهرت میگن، اما من نتونستم مثل تو رفتار کنم. میدونی شلوغش کردم که نگن چون شوهرش بد و خلافکار بوده زنش عاشقش نبود. خیلی بده که عاشق یه مرد بد بودم، نه؟ دل دیگه صد بار بهش گفتم که غلط کرده دله. دل که نباید به بدی خوش باشه، اما دل خوشش بودم. خوش میکایل داداشمه ها، همه جونمه ها، اما شوهرم همه کسم بود. اگه الان بود که تو رو خبر نمی کردم که بیا مهری بی کسه، حالش بده، داداشش رو تخت بیمارستانه، حالش بده، شوهرش مرده، حالش بده. رشید چبه آخر خیلی اذیتت کرد، نه؟ عیبی نداره. این که قبول کردی اسمش بره تو شناسنامه چی؟ اونم عیبی نداره؟ فقط واسه نجات جون برادرت بود. توجیه خوبیه؟ اگه خوب نیست خیلی هم بد نیست. من تا سخت بچه‌مو جون خودم جلو رفتم که این اتفاق به قول خودت خیلی بد نیفته، نه؟ فقط به خاطر جون برادرت بود. شما اجازه رفتن نداری. اونی که اجازه داره من بود مرده. مرده. بله بفهم. ببین عزیزم، من حالم بده، یه خورده بی کسم. چجوری بگم؟ میخوام یه خورده خودم رو لوس کنم. نازکش ندارم، واسه خودم میخوام خودم رو لوس کنم، وگرنه حواسم هست. میتونم جون دادی تا این قسم دروغ رو بخوری، مگه نه؟ درست میگم دیگه، نه؟ اگه همه چی به خیر و خوشی میگذشت تو میزدی زیر قسمت دیگه، نه؟ ها؟ میدونستم میدونستم، فقط میخواستم خیالم راحت شه، فقط میخواستم خیالم راحت شه. جناب سروان، رئیس به هوش اومدم. با اجازه. اشتباه میکردم یا سر و صدای خواهرم شنیدم؟
آروم شد، آروم شد رفت. پیغام آخر رشیدو بهش رسوندی؟ رسوندم، با خانم رسول رفت. شصت کیلومتر امن و امان رئیس. خیالت راحت. ایلی با شما نرفت؟ سلام. شما به دروغ مصلحتی اعتقاد دارین؟ سلام. من که ندارم، ولی مهری با تمام وجودش دلش میخواست دروغ بشنوه. این دروغ لازم داشت، ولی اسمش دروغه، ثواب نیست. اسم منم دروغگوه. شهرمنه شما شدید چوب دو سر طلا. حرفم چوب و طلا نیست، حرفم دل مهریه. بابام خدا میامرز نجار بود، با سنباله و چوب گرد و سر کار داشت. ازش خوب یاد گرفتم که باعث با صبوری چوب و قشو زد. منو مهری بلدیم برگردیم سر زندگی طبیعی، فقط باید یکم صبوری کرد. قبلا صبور نبودیم، ولی الان شدم. این همه غم تو این جمع صبورم کرد، ولی خدا وکیلی یه بارم به خدا نگفتم چرا. به خدا گفتم تا هر جاش که صلاح بدونی هستم. الانم میخوام به مهری فرصت بدم عزاداری کنه، بعدش هر موقع که خدا خواست برمیگردیم سر زندگی طبیعیم. بعد از او نوبت شادی. اون شب گفتین که تو خواب دیدین سر قبر رسول نشستین و یکی روی سنگ قبرش آب میریخت. اون کی بود؟ قیافش یادم نیست.
چرا اینطوری کردی؟ اتاق آخان کجاست؟ اتاق بغلی، ولی میخوام منتقلش کنم سی سی او. ضربان قلبش طبیعی نیست. لازم دارم آدم ها از من نفرسته حرم که همه عمر زندگیم شده زنی که نه حرف میزنه نه قبولم داره از آخان خلاف خاندانشو به باد بده دلم به ادامه دعوا با دشمنم باشه داغ امیر و عماد ادامه این دعواست وقتی که کامیون رفت روی قفار همون مردی که از خون بچهش نگذشت پسر آقا خان اعدام بشه همه گفتن حادثه بوده اما من باور نکردم من به میگه اون تصادف عمدی بوده ندیدیم پسر آدم کش آقای مقتول پاش وایستاد نزاش خونه بچهش بی جواب بمونه شامه یه روزی تبدیل میشه به دستبند قاه عجب زندگی اسفناکی داری دیگه وقتش از سایه بیای بیرون حیف بود عبدالله رسولم حیف فکر میکنی رشید حیف نیم؟ این هم حیف این تصادف روزگار میدونی چی میگه؟ همه ی عالم فدای خونه ریخته شده امام همه ی عالم فدای خونه ریخته شده امام ازادش کن که بشینه رو سنه میکایی بشینه رو سنه میکایی قاتل قفار قاتل رسول من قانونم آقا خان از صدای بلند نمیترسم مدرک که باشه دیدم اگه باشه قانون دماغشو میگیره و کشون میبره از صدای بلند نمیترسم تا نامه عروست اومده آقا خان باز کوتا میاد آقا خان به ناموس مردم اسم ناموس آدم سر زبون ایمون باشه بخوام براش دست میگیرم نون گرم و آب سرد و ناغم بشه بهتره و از این شهر که اگه نره کبابش میکنه رسول والا تو کشتی نه کی که ندونه دنبال کشتن برادر من بازه خدا رو به پیغمبر خاندانش رو خرج یک قاتل میکنه خودش سکته کرد ما به دل مردم بزن 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 یه بچه بی پدر یعنی شیدن من شست کیلومتر خلاف من قانون اینا خلاف کاره که اومدن تو شست کیلومتر حسابشون رو پنگ کردن اسمشم گذاشتن قانون این قبرستون شست کیلومتر رو میبینی؟ از مردم اینجا مایوسی عین گروگان هم بزن شست کیلومتر و آب و باد و خاک و خاندان من ما اینجا رو کردیم شست کیلومتر یه روزگاری بود که یه شریکی فرستادمش زیر ریل قطار یه بچه داشت آوردم زیر بال و پر خودم یا آقا خان خودشو فرستاد زیر ریل قطار هیچ وقت بازوی آقا خانو نگی هیچ وقت بازوی آقا خانو نگی خبر بدید غلام دستگیر شده 60 کیلومتر عین آینه صافه پا
پایان عملیات. بله قول. نقاشی هم برای دودو بگشی ما نمیدونستی؟ تنهایی آدم رو به فکر خلاقیتش میندازه. تنهایی همیشگی خوب نیست. رشید میگفت هیچ همیشگی وجود نداره الا خدا. الا خدا. چی میکشی؟ 60 کیلومتر با مردم ساده و آفتاب سوختش، با جووناش، پیراش، با همه شادیاشون، گرفتاریاشون که میخوان تو آرامش زندگی کنن، عاشق شن، زن بگیرن، زاد و ولد کنن و امیدشون به خدا باشه، به دریا باشه، به روزی که ازش به دست میارن. مردایی که شب به شب با دست پر کنار سفره خانواده‌شون باشن و از خدا بخوان که هیچ مردی رو شرمنده زن و بچه‌ش نکنه. مردا و زنایی که یه روزی یه مترسک دراز و بی‌قواره رو زندگیشون سایه انداخته. سایه ترس. سایه مرگ. آقا خان. مردم تحمل کردن. تحمل کردن. ولی بالاخره یه روزی زن و مردشون دست به کار شدن. گفتن راه راست با ما انداختن اون مترسک با شما ها. شما یعنی کیا؟ یعنی قهرمانشون.